سرخط خبرها اعتراضات در ایران وارد پنجمین شب شد سوسنگرد به تصرف مردم درآمد و جنگ افزارهای سپاه مورد حمله پهبادی قرار گرفتند درود بر شما همراهان کانال ایران خوشحال می شویم تا پایان این خبر ما را همراهی کنید در صورت تمایل کانال را سابسکرایب کنید و با زدن زنگوله در خبرنامه ما مشترک شوید. با سپاس از همراهی شما مشروع اخبار اعتراضات در خوزستان وارد پنجمین شب شد خشونت شدید رژیم کشته شدن دهها تن بر اثر تیراندازی ماموران دوشنبه 27 تیر ماه برای پنجمین شب پیاپی اعتراضات گسترده مردم خوزستان نسبت به بحران بیابی و بیکفایتی مسئولان در این زمینه ادامه یافت و مردم در شهرهای مختلف این استان از جمله سوسنگرد، ماه شهر، اهواز، خرمشهر و شهرهای دیگر به خیابانها ها آمدند. میزان اعتراضات و درگیری ها در شهر سوسنگرد سنگین گزارش شده است. ویدیویی که در شبکه اجتماعی منتشر شده نشان میدهد مردم سوسنگرد شهر را به تصرف کامل خود درآوردند. بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه های اجتماعی تجمع شهروندان در سوسنگرد و اهواز با خشونت شدید نیروهای سرکوبگر رژیم و تیراندازی به سمت معترضان همراه بوده و در یکی از ویدیوها جوانی که به گفته منابع محلی با شلی که نیروهای امنیتی رژیم به قتل رسیده و در خون خود غلطیده است دیده می شود. معترضان با آتش زدن لاستیک مسیرهای ارتباطی اهواز به خورمشهر و اهواز به شوش را مسدود کردند منابع محلی خبر از زخمی شدن شماری از معترزین در چهارمین روز اعتراضات و همچنین بازداشت گسترده آنان در شهرهای مختلف دادند گزارش های رسیده از ایران هاکیز که برای جلوگیری از گسترش اعتراضات و فرستادن عکس و خبر از سوی شهروندان سرعت اینترنت در استان خوزستان از سوی رژیم به شدت کاهش پیدا کرده و در پاره مواقع قطع شده است. در سوی دیگر ایران و در مشهد ویدیوهایی به دست ما رسیده که نشان می دهد مردم این شهر در حمایت از مردم خوزستان به پا خواستند و در مقبره امام هشتم شیعیان دست به اعتراض زدند. اعتراضات گسترده مردمی در خوزستان از پنج روز پیش پنجشنبه 24 تیر ماه در اعتراض به بیابی و بیکفایتی مسئولان در این زمینه آغاز شد و به سرعت مردم در دهها شهر استان خوزستان دست به تظاهرات و تجمع در برابر نهادهای دولتی زدند. در فیلم هایی که از اعتراضات شب پنجم در شبکه های اجتماعی منتشر شده حضور سنگین نیروهای سرکوبگر در شهرستان استان خوزستان به خوبی مشهود است و صدای تیراندازی در این فیلم ها به گوش می رسد. یک شهروند سوسنگردی در یکی از فیلم های منتشر شده می گوید که مأموران رژیم در سوسنگرد خشونت زیادی به خرج داده و به سوی معترضان گاز اشکاور و گاز فلفل پرتاب کردند و شماری از مردم را مجروح ساختند. در روز نخست اعتراضات در حالی که حتی های داخل ایران از جمله خبرگزاری نزدیک به سپاه پاستاران خبر از تجمعات اعتراضی در این استان میدادند استاندار خوزستان منکر اعتراضات شد و ادعا کرد که تصاویر منتشر شده در اینترنت جعلی است اعتراضات اخیر در خوزستان به دلیل بیابی شدید و عدم دسترسی به آب آشامیدنی شکل گرفت. مردم میگویند وضعیت آب در استان ما بسیار وخیم است. بهار نیوز در ارتباط با بحران آب خوزستان و با اشاره به دستور فوری حسن روحانی برای حل این مشکل نوشت سرانجام معضل کمبود آب در خوزستان به بحرانی ترین مرحله رسیده است. بحرانی که سالهاست و آلانه محیط زیست منتقدان دلسوزان و مردم آن را به دولت ها گوش می کنند و درخواست جدی برای حل آب شرب و کشاورزی مردم این استان زرخیز اما پربحران را دارند. حالا پس از این همه سال که از ساخت سدهای ریز و درشت بر روی رودخانه های استان خوزستان میگذرد و نفس کارون را هم با انتقال آب گرفته اید و در کنار آن نه لایروبی درست و حسابی انجام شده و نه مشکل ورود فاضلاب را به رودخانه حل کرده اید واقعا قرار است با یک دستور فوری به کجا برسید حمله پهبادی آمریکا به کامیون حامل جنگ افزار سپاه در مرز عراق و سوریه رسانه های اسرائیلی از حمله پهبادهای آمریکا به یک کامیون در حال تردد در مرز عراق و سوریه در شامگاه دوشنبه 28 تیر خبر دادند این رسانه ها نوشتند که کامیون یاد شده حامل جنگ افزار ارسانی از سوی سپاه پاسداران ایران برای شبه نظامیان شیعی عراقی بوده است پیش از آن سایت عین نوشته بود که کامیون حامل جنگ افزار ایرانی در نزدیکی یک کارگاه یخسازی در جاده میان ابو کمال در شرق دیر و زور با راکت شلیک شده از پهباد هدف قرار گرفت. رسانه های عراقی شامگاه شنبه به نقل از یک مقام رسمی بدون اشاره به نام او از اقدام نیروهای اطلاف بین علیه اهداف هشت و شعبی در مرز سوریه و عراق خبر دادن اما جزئیات بیشتری منتشر نکردند. از سوی دیگر خبرگزاری رسمی سوریه سانا اعلام کرد که نیروهای اطلاف بین یک کامیون حامل غذا را در جاده ابو کمال نرسیده به مرز عراق هدف قرار دادند. قاسم مسله یک فرمانده نیروهای هشت و شبی هر گونه حمله به اهداف این سازمان را رد کرده است اما منابع وابسته به آن گفتند که ابتدا از پهباد آمریکایی یک راکت به نشانه هشدار به اطراف کامیون زده شد که به راننده امکان داد از آن فرار کند دیدبان حقوق بشر سوریه از کشته شدن راننده خبر داده و افزوده از کامیون در حال نقل و انتقال برای کتایب سید الشهدا بود نیروهای این گروه در زیر چتر سازمان هشت شبی معمولا در مرز عراق با سوریه فعالیت دارند با این حال برخی منابع محلی مدعی شدند که شماری از نیروهای هشت و شبی متحد ایران در این بمباران کشته شدند هرچند مستنداتی ارائه نکردند آمریکا به این گزارش واکنش نشان نداده است آخرین حمله تایید شده آمریکا سه هفته پیش علیه دو نقطه در مرز عراق و سوریه انجام شد که پنتاگون آن را انبار تسلیحات نیروهای متحد ایران خواند رهبر کتایب سیدالشهدا پس از آن حمله سوگن یاد کرد که از آمریکا انتقام بگیرد در سه هفته گذشته رشته حملات علیه اهداف آمریکایی در عراق و سوریه ادامه داشته است که به شبه نظامیان همپیمان با ایران نسبت داده می شود. صدها تن از نظامیان آمریکا در چارچوب تلاش برای جلوگیری از سربرآوردن خلافت اسلامی داعش کماکان در بخش شرقی سوریه مستقر هستند اما شمار شبه نظامیان متحد ایران شامل نیروهای حزب الله که برای یاری دادن به بقایای حکومت بشار اسد در منطقه فعالیت می کنند هزاران تن است. این گمان زنی در منطقه مطرح است که نیروهای همپیمان ایران با هدف روشن بیرون راندن نظامیان آمریکا از سوریه و عراق به تعرضهای مداوم علیه ارتش ایالات متحده ادامه می دهند و میزان شکیبایی دولت جو بایدن را محک می زند. بر اساس این ارزیابی ها متحدین ایران در عراق و سوریه در همین حال مراقب هستند که دامنه تعرضات را به یک واکنش سخت آمریکا علیه ایران نکشانند و تنها اقدامات ایزایی مستمر انجام دهند تا آمریکا را به خروج از منطقه وادار کنند چند منبع در عراق به خبرگزاری رویترز گفته بودند که حسین طائب فرمانده سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ایران که دو هفته پیش به عراق رفت از نیروهای متحد با ایران خواست که اقدامات ایزایی علیه آمریکا در سوریه را نیز گسترش دهد در تازه ترین اظهار نظر در این زمینه علی الموسوی یکی از فرماندهان هشت و شبی روز یکشنبه، شنبه 27 تیر گفت که هشت و شبی توده های آمریکا را شکست خواهد داد و نخواهد گذاشت که مناطق مرزی عراق با همسایگان به کانون تربیت تروریست تبدیل شود. ادامه تنش در منطقه در حالی است که قرار است مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق روز چهارم مرداد در کاخ سفید با جو بایدن دیدار کند.